اولین کاری که یک حزب سیاسی باید بکند ولایت قانون رو باید تعمیر کند، هر چه قانونی که باشد. مشکل نیست قانون بد است یا خوب است، مهم که اون عملی شود. حتی عملی شدنی بدترین قانون هم بهتر است از قانونی بهتری که عملی نمیشه. آقای کبیری، شما گفتید که در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان تاجیکستان حزب شما، حزب نهضت اسلامی، موفق شد قلب‌ها و ذهن‌های مردم رو به دست بیاره، در حالی که حزب حاکم دیگه حاکم بر قلب‌ها و ذهن‌های مردم نیست. شما بعد چه اساسی این صحبت رو می‌کنید وقتی که حزب شما کمتر از 8% آرا رو به دست آورد در انتخابات؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، واقعا ما برای نظر هستیم که حزب ما توانست در این انتخابات قلب‌ها و ذهن‌های مردم به دست بیاره و این تنها نظری مون نیست، نظری اکثری کارشناسان و تحلیلگران مستقل چی داخلی و چی خارجی هم بر این است. چون در انتخابات قبلی و عموما قبل از انتخابات یک تصورات دیگری از اسلام، به خصوص نیروهای سیاسی که بر زمینه اندیشه و ارزش‌های اسلامی فعالیت خود را به راه ماندند، وجود داشت. ولی ما توانستیم که در این سالهای اخیر یک چهره نوی از اسلام معاصر را به مردم معرفی کنیم که در مرکز آن واقعا هم انسان، کرامت انسانی، شرافت انسانی است و ما اسلام را نه به حیث برگشت یا بازگشت به گذشته، بلکه به حیث آینده کشور و ملت با دیدگاه پوزیتیو معرفی کردیم و این جواب خود را داد. خب جوابش 8% آرا بود؟ نه، ببینید، ما 8% آرایی که رسما حکومت اعلان کرد، ولی اکثر کارشناسان و خود ما هم برای نظر هستیم که حداقل 40% و بعضی کارشناسان و تحلیلگران بیشتر از 50% رأی مردم رو به ما تخصیص دادن. یعنی در واقع شما فکر می‌کنید که آرای حزب نهضت اسلامی در واقع خورده شده؟ اصلا جای شکی نیست. در کشورهای سابق شوروی این یک معمول است که هیچ کس واقعا نمی‌داند که رأی مردم چقدر بود و چون ببینید تمام اعضای کمیسیون انتخاباتی از یک گروه و از یک حزب، به خصوص از کارمندان فعلی مقامات رسمی دولت تأسیس یافتند و چگونه میتوان گفت که انتخابات شفاف بود و رأی مردم کجا شد؟ واقعا بسیار خوب، شما این اعتراض رو اون موقع هم کردید و بعد از انتخابات اعتراض کردید. ما سه راه داشتیم، یا راهپیمایی و اعتراض‌های مردمی که معمولاً پس از انتخابات در دیگر کشورهای سابق شوروی شد، این یک راه بود. راه دوم اصلاً بایکوت اعلان کردن در فعالیت پارلمانی، نرفتن به پارلمان، و سوم راهی کمی سبکترش، این اعتراض سبکتر، این دست کشیدن از یکی از نهادهای جمعیتی که احزاب یا به خصوص زیر پرچم مقامات رسمی عمل میکند، که اونم شورای جمعیتی بود. و ما به خاطر آن که هرچی زودتر این فضای اعتراضی و خشونت در کشور پایین برد، ما یک گذشت دیگری کردیم و کمترین اعتراضی که میتونیم بکنیم این بیرون شدن از شورای جمعیتی بود. اگرچه با این کار خود ما ناراحتی و ناراضگی بسیاری از مردم را، از اون جمله جانبداران خود را به وجود آوردیم و اکثریت بر این نظر بودند که حزب نهضت باید که یک اعتراض شدیدتره، حتی با دعوت مردم به خیابان ها و کوچه ها هم میکرد. ولی وضعیت کشور به این حد بود که ما نمیتونستیم بیشتر از این اعتراض کنیم. البته امکان داشتیم، ولی احتمال از نو متشنج شدن وضع در کشور بود. ما که جنگ شهروندی رو اثر گذاردیم و بیشتر از 100,000 شهید داشتیم در این جنگ، راستی ما نمیخواستیم که بار دیگر کشور وارد چنین مشکلات شود. با خصوص اون طرفایی که در جنگ شهروندی دست داشتند و شرکت کردند هنوزم در صحنه هستند و احتمال اون هست که بار دیگر بالای مردم در واقع شما مصلحت اندیشی کردید و فکر کردید که مصلحت کشورتون در حال حاضر اینه که شما اعتراض نکنید. ولی خب این ممکنه، همونطور که خودتون هم گفتین، ایده داخل حزبتون رو منزوی بکنه. ممکنه فکر کنن که شما به اندازه کافی به هر حال رادیکال نیستید و مقاومت نمی‌کنید در مقابل حقتون. ببینید، تقریبا در داخل حزب نهضت اکثریت به این نتیجه رسیدن که موضوع گیری رهبریت درست بود، ولی احتمال دارد که در خارج حزب از جانبداران ما، کسانی که به ما رأی دادن، این اندیشه در اونها بیشتر پیدا شود و واقعا انتقادات بیشتر رو ما از خارج حزب میگیریم. ما در آینده باید کاری رو راه اندازی کنیم. این برنامه روی دستمان هست که باید مردم رو توجیه کنیم چرا این موضوع گیری رو کردیم.
و به خاطر چی؟ البته منافع و مصلحت های مردمی کشور بالاتر از منفعت های حزبی ما بود، وگرنه هر یک حزب سیاسی دیگر حق داشت و ما حزب کوچک و ضعیف نیستیم. حداقل ما 40,000 عضو رسمی حزب داریم و شماره جانبداران ما به صدها هزار میرسد، ولی بالاخره باید که یک حزب و بخصوص رهبریت توانی اون رو داشته باشد که منفیت ها و مصلحت های ملی و مردمی رو بالاتر از منفیت های حزبی بگذارد و بتواند جانبداران خود را بخصوص آنهایی که جانبدار اقدام های رادیکال هستند آنها را متقاعد بسازد که چرا چون یک موضع‌گیری را میکنند. تا به امروز رهبریت حزب خدا را شکر که توانسته است با مردم خود با جانبداران خود یک گفتگوی سالم دارد. بسیار خوب، شما صحبت از نوع برداشتی که شما و حزب شما از اسلام داره به خصوص در سالهای اخیر، این ممکنه خب یه دیر رو جذب کرده باشه، به قول شما به حال ذهن و قلب مردم رو بوده باشید، ولی در این حال کسانی هم در داخل حزب شما و هم بیرون از حزب شما که طرفدار اسلام رادیکال تری هستن ممکنه گرایش پیدا بکنن به طرف احزاب رادیکال تر مثل حزب تحریر و امثال اون. شما فکر نمی کنید که این یک خطر باشه؟ ببینید، من فکر نمی کنم که در حزب ما افکار رادیکال خیلی هم قوی هست. ولی شما خودتون در جایی گفتید که عناصر رادیکال رو در جامعه میتونیم ببینیم. بله، در جامعه فرق میکنند. وقتی که ما درباره جامعه صحبت میکنیم، یکی از اون در داخل حزب شما و در خارج از حزب شما. اگر ما در شروع کنیم از حزب، در حزب ما خدا رو شکر میگیم که اکثریت مردم، جانبداران حزب، اعضای حزب، این جانبدار از افکار و اندیشه های سیاسی معتدل هستند، از آن جمله از اسلام معتدل حنفی که در جامعه ما رایج است. ولی اگر وقتی ما میریم سراغ این اندیشه در جامعه تاجیکستان، طبیعی است، چون خصوصا بعد از پاشخوری اتحاد شوروی که درها باز شد، افکار و اندیشه زیاد وارد کشور شد، چی از غرب چی از شرق، از آن جمله از بعضی دایره های رادیکال اسلامی هم افکار به طرف ما به اصطلاح صادر کرده شد و ما الان داریم گروه های زیادی را مثل سلفی ها، حزب تحریر و دیگران که واقعا در جامعه تاجیکستان اگرچه نفوذشون زیاد نیست ولی به هر صورت این اندیشه جا دارن. خطر در آن است که اگر واقعا مردم که سراغ یک اسلام معتدل هستند و حزب نهضت دارد آن رو پیشنهاد میکند به مردم، اگر اون از طرف مقامات دولتی از دایره های دیگر مانع گذاری کرده شود، احتمال دارد که این اسلام طلبی مردم از اون استفاده میکنن نیروهای دیگر و از اون جمله سلفی ها، حزب تحریر و دیگر نیروهایی که منتظر این فرصت هستند. ما از این خطر داریم و بارها بانگ خطر هم زدیم، با دوستانمون در حکومت هم هشدار دادیم که مردم در جستجوی اسلام است. ما میخواهیم یا نه، هر کسی این را میخواهد یا نه، مردم میخواهد که به اصول اصلهای اسلامی خود برگردد. دیگر این مسئولیت ما است که کدام نوعی از اسلام، کدام برداشت اسلامی را به مردم پیشنهاد میکنیم. حزب نهضت با اون برنامه معتدلی که داشت واقعا توانست در قشرهای گوناگونی جامعه محبوبیت پیدا کند، ولی اگر این روند از طرف مقامات دولتی مانع سازی شود، جانبداری پیدا نکند، احتمال زیاد است که اون کسانی که به ما رأی دادند و نتیجه اش را ندیدند برن سراغ گروه های رادیکال. حالا شما این هشداری که به دولت میدین، دولت گوش هم میکنه به هشدارهای شما؟ بعضی عقل های باز در دولت گوش میکنند و آنها با ما صحبت میکنند، ولی خود اون هیکل حاکمیت که متاسفانه خیلی هم غرور در او پیدا شده است که اصلا به کسی گوش کردن نمیخواهد، تا به حال متاسفانه نتونستیم که دری آنها رو بکوبیم و یکی به آنها این موضوع رو شهر بتیم. اونا میخوان دوره یک اسلام معتدل باشند ولی بدون نهضت، بدون آنکه یک رقیب سیاسی در کشور داشته باشند، ولی باید این واقعیت رو اعتراف کنن که اصلا این نشدنی است. خب ولی چه اشکالی داره اگر که نوع اسلامی که شما به هر حال نمایندگی میکنید و دارین ترویج میدید توسط دولت اجرا بشه؟ مشکل نیست، ما برنامه زیاد در اختیار دوستان گذاشتیم. ما اصلا این را خواهش داریم که دولت خودش این شعارها و ارزشها را از ما بگیرد و از هر کسی دیگری که این را مطرح میکند بگیرد و خودش عملی کند. این مشکلی ندارد، برعکس در هر جایی که نیاز به کمک ماست ما کمک خواهیم کرد. بارها بود که ما در پهلوی حکومت و دولت ایستادیم وقتی که آنها واقعا قدم های خیلی خوبی رو در عملی کردن اسلامی معتدل گرفتن، ولی بعضا میشد که اونها میخوان که در این میدان تنها باشن. این هم مشکل ندارد اصلا، بگذار با تنهایی اگر بتوانن اون رو انجام دهند، ولی وقتی میبینن که یک نیروی بسیار معتدل قوی در حاشیه این روندها باقی میماند، این طبیعی نیست.
نظر شخصی ما این است که تاجیک رو تاجیکستان رو بدون اسلام نمیشد اصلا تصور کرد چون پیدایش خود ملتی تاجیک به نام تاجیک ما قبل از تاجیک رو داشتیم باختری و سغدی و پارفیاگی و دیگران رو داشتیم ولی پیدایش خود ملتی تاجیک در نتیجه این همایش های یک چند قوم این محصول اسلام هست.